هستم، مدیر عامل شرکت تولید و صادرات فرش دستباف. فرش های اختصاصا دستبافت و عموما کارش شهر کرمان، یعنی استان کرمان. شناسه های خاصی که داره، کسایی که تو فرش بودن و میشناسن فرش های کرمان رو براشون قابل تفکیکی از فرش های دیگه. کرمان بیشتر به این گل و اون تشت خالی بیشتر علاقه دارم. در مرحله اول باید از کارگاه خالی بافی دیدن بکنن و ببینن که چجور گره میخوره و نوع گره رو ببینن، ولی اگه در مرحله بافته شده بخوام ببینن با دقت زیاد توی این نقش گره هایی که زده شده هر چی ریزتر و ظریفتر بافته شده باشه از نظر ما کیفیت شده. از خود شرکت که خدمت عرض بکنم که قبل از 1300 اجرای شمسی دست دست کمپانی هند شرقی بوده. این فرش از نوع سجفت هست و در هر 10 سانتی متر 70 رج باید بافته بشه. ابریشمش نه از خود ایران تهیه میشه، ابریشم که برامون فرستادن از قم هست. نه خب اینا به صورت اینا بیمه ای هستن، اینا توی کار با متمرکز بافته میشن، بس بیمه ای هستن و از کارگران قالی باف خود شرکت هستن. وقت استراحت دارن، هم برای نماز هم برای نهار. این اگر که به تنهایی باشه که بخوان با بافن حداکثر 1.5 تا 2 سال طول میکشه، ولی اگر دو نفر هر چه تعداد بیشتر باشه زمان بافتش هم کمتر خواهد. خب اینا از بافنه قدیمی شرکت بودن، خدمت شما از کنم که دیگه بازنشست شدن، اکثرا بازنشست شدن و دیگه ما به دلایلی دیگه مجوز نداشتیم که تو این قالی آویزونی هسته. بله اگر خدا بخواه بافته بشه چیزی نیست که زیر پا 13,500,000 گره توش داده میشه. این الان به تشریف بیاره اوج میبینه قالی ره. شما ببینید این گوجه رو قالی 1/16 میشه، 1/16 کوچک کوچک میشه. اینه به اصطلاح خود ما میگیم کلوزار. بله بعضی هم میگن دفتین. اینو پاکی که به حساب یا قلابی که میبافیم و ریس میبریم. اینم به اصطلاح ما میگیم دیلم. کسانی بافنده اصلا باور نمی کنن که قالی بافته میشه در 1 میلیمتر دور گره زده میشه، در 1 سانتی مربع 400 گره زده میشه. توجه میکنن؟ ولی من واقعا از این پشت کار میشینم مثل اینکه حالا از نمیدونم از تمام فشارهای دنیا آزاد شدم، اومدم اینجا نشستم. من خودم هستم این گل میبینم این فاصله، ولی فکر میکنم از تمام فشارهای دنیا آزاد شدم، اومدم یه جایی که بیش از یک دنیا هسته. توجه میفرمایید؟ تا این هم نباشه نمیشین تو فرشی بابا. این کار فقط عشق. منطقه تکاب هست تقریبا یک من حلوش 40 روستا باشه و روستای مقال حاضر که هستیم روستای روستخانه هست. نه از بسیار فقیر که متاسفانه هیچ گوشتی از لحاظ مادی فرهنگی نداشتم متاسفانه. تقریبا اینا همه شو از تقریبا 5 سالگی شروع به کار کردم و دوباره هنها کار میکنم. مدتی که ما توی این منطقه داره کار میکنم در 17 ساله، ولی اینا قبل از ما هم باز خودشون کار میکنم. الان البته یه سری دختر جوان هستن که کار قالی بافی یاد ندارم، ما میخواییم بخش آموزش انشالله راه اندازش کنیم.
دارو پیش را چینی پیش اومد. رنگایی که ببینه شما الان موقع نگاه بکنه به این طرف خالی با اون طرف خالی با هم دیگه یکی هست. سپیدا پیش را تو چینی خودشه ره. این بند خود نقشه ای که این طرف داره مثلا موقع میگه جا خود این طرف هم باید بافته بشه، این چهار گوشی بافته میشه. اینا با این خوندن به هم دیگه میرسونن مثلا چه رنگی رو با کجا کار باید به کار ببرن. والا ببینید کار کشاورزی هستی که فصلی هسته دراجین و همیشه وقت نمیبری، کار قالی بافی همیشه وقت هسته، چه تابستون چه زمستون میتونه فعالیت کنه، مشکل نداره. تقریبا درآمد روزانشان تقریبا بین 20 تا 25 هزار تومان. الان در حال حاضر خیلی زیاد. ببینید موقع دو نفر که باشن اینا بین 40 تا 50 هزار تومان درآمد داره. خب تقریبا میتونه امرار معاش برای خرج خود خوراک نداشته باشه. اگه همین الان باشه دیگه مجبورن گرسنگی بکشن. همین حقوق کمی هم که هست باز براشون بد نیست. اگر نبودش شاید بودن ما خیلی به چشم نیاد توی منطقه.